سلام، من رامین سید امامی هستم، پسر کاووس سید امامی، و میخوام اینجا یه سری شفافسازی هایی بکنم در مورد این مستند 23 که در صدا و سیما پخش شد. اول از همه باید بگم که این ویدیوهایی که تو این فیلم پخش شده و ازشون به عنوان تجمع جاسوسی و این چیزا یاد شده، فیلم های سفری خانوادگی و شخصی ما بودن. پدر من عاشق طبیعت ایران بود و هر فرصتی که پیش می اومد ما و دوستان همه رو جمع میکرد و به یه جای بکر و خوش آب و هوا میبرد و تو اونجا طبیعت گردی میکردیم، کوهنوردی میکردیم، چادر میدادیم و چند روز رو تو اونجا خوشگذرونی میکردیم در واقعیت. یک نمونه از این پروژه ها بررسی اقلیمی بحران آب در ایران بود. این تیم در مطالعات خود اعلام کرد که ایران در مرحله ورشکستگی سرزمینی قرار دارد و تنها راه کشت فراسرزمین است. یعنی به جای افزایش رونق کشاورزی در کشور و مدیریت منابع آبی، سیاست‌های اقتصادی ایران باید واردات محصولات کشاورزی به خصوص محصولات تراریخته باشد. تمام پروژه‌های مؤسسه میراث حیات وحش پارسیان در هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست بوده و پروژه‌ای در رابطه با مسئله بحران آب نداشته. همچنین پدرم همیشه حامی کشاورزان بومی بوده و مسئله کشت فراسرزمینی یک تهمت بی‌پایه و اساسه. کاووس سید امامی 64 ساله. پدرش احمد سید امامی از نمایندگان دو دوره مجلس شورای ملی و از سناتورهای زمان پهلوی بود که برای مقاصدی نامعلوم بارها به اسرائیل سفر کرده بود. این عکس پدر بزرگم دکتر احمد سید امامی در تل آویو مربوط به سال 1944 که هنوز تو خود عکس مشخصه و اصلا کشوری به اسم اسرائیل وجود نداشته. کسایی که تاریخ یه ذره خوندن میدونن که در سال 1948 اصلا تأسیس شده کشور اسرائیل. و پدر بزرگ من همین یه بارم رفته بود، تازه اون موقعی هم که هنوز فلسطین بود، ولی توی برنامه 23 و دروغ گفتن که بارها سفر کردن به اونجا ایشون. کاووس سید امامی 16 سال در امریکا زندگی می کند اما تابعیت کانادایی می گیرد. بیاییم به طرف سیمکون و دوراهی سیستان. فعال محیط زیست، دکترای جامعه شناسی و استاد ارتباطات نیز بوده که از لیسانس تا دکترای خود را در امریکا اخذ می کند. از اینجور صحبت ها مطلقا مایوس نشد. به گفته خودش لایک است و اعتقادی به دین ندارد. پدرم کاووس سید امامی تا قبل از مرگش به مدت 27 سال در دانشگاه امام صادق درس می‌دادن. چطور ممکنه آدم لایق و بیدینی این همه مدت از چشم گزینش عقیدتی سیاسی دانشگاه به دور مونده باشه؟ پدر من در آغاز جنگ داوطلبانه میرن و ترکش می‌خورن و به خاطر اینکه مجروح شدن بالاخره برمیگردن به تهران. همون موقع مادرم حامله به بوشهر فرار کرده بود که اونجا من به دنیا میام. پدرم همیشه عاشق ایران بود و همیشه به کشورش خدمت میکرد. هیچ منطقه‌ای برای او و تیمش ممنوعه نبود. هر جا که مراکز نظامی و امنیتی بود، همانجا تحقیقات زیست محیطی آنها هم بود. ابتدا اطلاعات وجود این مکانها را از طریق سرویس‌های جاسوسی و ماهواره‌ای می‌گرفتند و برای رصد دقیق‌تر چتر فعالیت‌های محیط زیستی خود را نزدیک آن مکانها پهن می‌کردند. کاری که مؤسسه حیات وحش پارسیان با مجوزهای قانونی از دستگاه‌های مسئول در محیط زیست انجام می‌داد، نصب دوربین‌های منحصر به فرد و دستگاه‌های فوق پیشرفته بود. این دوربینایی که ازشون به عنوان محاسب به فرد و فوق پیشرفته یاد شده، در حقیقت دوربینای خیلی ساده نظارت بر حیوانات هستن که هر کسی خیلی راحت میتونه اینا رو تهیه کنه. میتونه راحت آنلاین هم بخره این چیزا رو. مکان دقیق تمام دوربینای کارگذاشته شده در این نقشه ها مشخصه و هیچ دوربینی بدون هماهنگی سازمان محیط زیست کارگذاری نشده. اگه دوربینی در منطقه بودی که از نظر نظامی و امنیتی مشکل داشته، وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست بوده که این مسئله رو به محققان اطلاع بده و اجازه نصب دوربین رو نده. سیستم هایی که قرار است گونه های نادر و کمیاب حیوانی و گیاهی را شناسایی کند، از سایت های موشکی نظامی و امنیتی تصویر برداشته و فاصله پرتاب تا فرود موشک را اندازه گیری می کرد. اطلاعاتی که با رمز به سرویس های جاسوسی ارسال می شد. این وسیله هم که بالای این قلاب ماهیگیری می‌بینید در اصل یک آنتنی که بچه‌ها به رادیوی ماشین وصل کردن تا بتونن بهتر بازی فوتبال مقدماتی جام جهانی ایران و چین رو گوش کنن در تاریخ 8 فروردین 96. خب طبیعتاً تلویزیون نداشتیم، وسط بیابون بودیم و می‌خواستیم ببینیم نتیجه بازی چند چند میشه و دنبال راهی بودیم که کیفیت صدای بهتری بگیریم، نه برای اینکه اطلاعات بفرستن به جای دیگه.
سید امامی و اطرافیانش یک منطقه از دروس تهران را خریداری کرده و به طور کامل در قرق خود قرار داده بودند. منازل این منطقه از طریق راهروهای زیرزمینی به یکدیگر متصل بودند تا در صورت بروز خطر امنیتی امکان فرار فراهم باشد. این هم کوچه ماه معروف منطقه ممنوعه. الان میخوام ببرمتون توی زیرزمین که اینجا خیلی سال بعد من خودم یه راه پله زدم به خاطر اینکه خب موزیسین شده بودم و دنبالی بودم که یه استودیو درست کنم جایی، چون همش سر صدامون همه رو دیوونه میکرد. وسط سالن موزیک میدادیم، همسایه‌ها دیوونه میشدن، هر جایی که میرفتیم ما کلی پول میدادیم. همش دنبالی بودم که یه جا برای خودم درست کنم که بعد اینجا رو زدیم و که این راه پیدا کرد به همون زیرزمینی که هیچ وقت استفاده نشده بود. یعنی به غیر از من هیچ کسی از اینجا استفاده ای نکرده بود اصلا. اینجا همینجوری که خیلی واضح تو راه پله که هیچ چیزی هم قایم نیستش و عجیب غریب نیست، یه دری که راحت باز میشه میره پایین توی زیرزمین. یه فضای خیلی گنده، خب زیر همه ساختمون هستش و این نه تونلیه نه خبریه، فقط این مش آتشخال و اینا. اینجا زیر خونه عمه تنازمه. این قسمت کرده بودیم استودیومون. از دوران هایپرنووا من اینجا داشتم موزیک میزدم و این هم اتاقی که ساخته بودیم که یه تو میبینی که کاملا ساوند پروف شد و مخمل و نمیدونم آکوستیک و همه چیز رو به دیوار زدیم. الان که دیگه هم آشغال دونیه، اصلا همش چیز مهمی توش نیستش دیگه. آقا چه خبرها؟ کی به کیه؟ چی به چیه؟ چی بزنیم؟ بزنیم. تا شهری که دیگه دروازه نداره، من سربازی که سالهاست از جنگش میزنه. کجا فرار بکنم؟ کجا عیزاتو چون همش من اینجا زندگی میکردم. یعنی یه چند سال، یعنی هم دورانی بچگی من هایپرنووا اینجا بودم، هم دوران کینگ رام و با این بچه های گروه جدید. اینا ببین اون خیلی سال پیش. این قسمت هم میره سمت اون یکی امو، یعنی این زیر میشه زیر خونه یه امو، اینجا میشه زیر خونه یه اموی دیگه که این هم میخوره به این در که اونور اول فیلم نشون دادم که گفتم از اون ور تن راهشه. ولی دقیقا کنم از اون ورم یعنی قفله، یعنی یکی باید اون ور بره در رو باز کنه تا از این ورم بتونی بری بیرون. اصلا کل این منطقه، یعنی اینجا نشون بده اینجا رو ببین، چه همش آتشخال خالیه، نه تونلی هست نه چیزی هست، فقط یک انباری و زیرزمین زاهدی که اصلا تنها کسی، من حتی دخترم و پسر عمو اینا هم تا حالا این پایین نیومدن. یعنی بازی با اینکه تو این ساختمون زندگی میکنن، عمو هم هیچ کی اصلا نیومد این پایین، فقط میدونستن که من این پایین دارم موزیک میزنم. یعنی یه روز هم خوابشو نمیدیدم که همچین جایی باعث بشه که بر علیه ما و خانوادهمون استفاده بشه که فلان کار رو داری میکنیم. بعد از اینکه این همه اتفاق وحشتناک برای خانواده ما افتاده،
پدر منو بدون هیچ سندی، بدون هیچ مدرکی گرفتن، بردن، گونی کردن، سرش بردنش اوین. اونجا مثلا معلومه که تو تحت چه شرایطی بوده، چه جوری بازجویی شده، اصلا چرا محاکمه شده، دادگاهی تشکیل چرا نشده، چرا وکیل نداشته، و آخرش هم این مرگ خیلی مشکوکش. این همه فشار رو خانواده ما اومده و آخرش هم برای اینکه ما در آرامش بتونیم عزاداری کنیم، تصمیم گرفتیم که بیایم کانادا که دور باشیم از این صحنه شلوغ تو ایران. خب اونم که دیدین دقیقه 90 مادر منو توی فرودگاه امام خمینی گرفتن. برای چی؟ برای چی بود این همه فشار بزن؟ برای چی این همه دروغ در مورد خانواده؟ برای چی همه توهین میکنن؟ طبیعتاً میدونید باید از خودتون سوال کنید که چه نیازی هستش. اگه خب مدرکش هست خب رو کنید، منو قانع کنید، خانواده من اول قانع کنید، بعد مردم ایران هم قانع کنید، به جای که بیان فیلم دروغ بسازین و توی تلویزیون ملی نشون بدین. ما چیزی نمیخوام الان دیگه جز اینکه فقط مثل خانواده دور هم باشیم و در آرامش ادامه بدیم به این زندگیمون. چهار سال آبگیری شده بعد از چند تا سیل و حسن جایی که الان هستیم اینه که چون راش رو مشکله هر کس نمیاد و فوق العاده خصوصیه و زیبا، امکان پیاده روی داره، امکان شنو و ورزش های آبی داره. چون منو جا گذاشتینم؟